شاه دو شمشیره ولی بذار یه مقدار دوربینو بیارم بالا. این هم از این شاه دو شمشیره ولی داشتم میرفتم شهر یه سری کارهای عقب مونده روزانه‌ام بود انجام بدم، رفتم همون موام بس شده، داشتم میرفتم شهر یه سری کارهای روزمره‌مو انجام بدم، از کنار شاه دو شمشیره رد میشدم که یاد یه چیزی افتادم. هر کشوری، هر شهری تو دنیا یه نمادی داره. شما مثلا اگه من بهتون بگم فرانسه، شما سری یاد برج ایفل میافتین، اگه بگم چین یاد دیوار چین میافتین، اگه بگم آمریکا احتمالا یاد مجسمه آزادی میافتین. هر کشوری با یک نمادی، با یک آیکونی، مثل اپلیکیشن ها هست که روی موبایل یه آیکونی داره، درسته؟ با اون میشناسیدش. در مورد افغانستان فکر میکنم که آیکون افغانستان بشه شاه دو شمشیره ولی، نماد شهر کابل هست. ولی فکر کنم یه مشکلی وجود داره. من تا قبل از اینکه بیام افغانستان 5-6 سال پیش اصلا یک بار هم نه اسمش و نه تصویرش رو دیده بودم. نماد شهر کابل هست، نماد افغانستان هست، ولی برای خود ما افغان‌ها بیرون از افغانستان تجربه شخصی خودم هم میگه زیادم فاصله نداشتیم. ایران تو طول 26 سال حتی یک بار هم اسمش به گوش من نرسیده. نه اینکه زیبا نباشه یا تاریخ نداشته شو، نه همه چیز داره، فقط مسئله اینه که ما نتونستیم روش تبلیغات انجام بدیم. دنیا دنیای تبلیغاته. افغانستان رو همون آمریکا رو اگه شما اون تکنولوژیش رو ازش بگیری، اون ساختموناش رو ازش بگیری، مشاهیر و دانشمنداش رو ازش بگیری، دیگه چیزی باقی نمونه. مردمش یه سری مردم عادی هن، کسی نمیشناستشون، یا آمریکا جای خاصی نیست. اون ساختمون‌ها، اون مشاهیر، اون تاریخ هست که یک جایی رو می‌سازه. ما همش رو داریم، تاریخش هم داریم به درازای 5000 سال، مشاهیرش رو هم داریم، مولانا رو داریم، ابو علی سینا رو داریم، رستم از کابلستان بوده توی شاهنامه، همه اینها رو داریم، ولی نتونستیم روی اونها تبلیغات بکنیم. از این طرف روی نمادهای سازه‌ای هم که داریم روی اینها نتونستیم تبلیغات بکنیم، روی تاریخمون هم نتونستیم تبلیغات بکنیم. تا وقتی نتونیم تبلیغات بکنیم یعنی اونها رو نداریم. یکی از دلایلی که شاید مهمترین دلیلی که ما معتبر می‌سازیم اینه که برای افغانستان یک آیکون بسازیم، یک چیزی بسازیم که بتونیم روش تبلیغات بکنیم و اونو صادر بکنیم بیرون از افغانستان. دنیا ما رو به اون بشناسه. من اونقدر توان ندارم که بتونم روی شاه دو شمشیره ولی تبلیغات بکنم یا مولانا رو به کل جهان بشناسونم. نه پولشو دارم و نه اصلا ایده‌ای دارم که چجوری این کار بکنم. در مورد تاریخمون هم همین هست. کاری که تونستم بکنم اینه که یک معتری ساختم که با ویژگی‌های امروزی برابره، همه دنیا دوستش دارن. حالا اسم تاریخم رو گذاشتم روی اون معتر. نمونه‌های بعدیش هم همینطور هست. اسم تک تک مشاهیرمون رو می‌ذاریم روی اون و سعی می‌کنیم اینجوری هم مشاهیرمون رو تبلیغات بکنیم، هم شاید کنار اگه معترمون بتونم بذارم کنار شاه دو شمشیره ولی، من بتونم به شاه دو شمشیره ولی کمک کنم، شاه دو شمشیره ولی بتونه به ما کمک کنه و خود معتر هم میشناسه. ما بدون آیکون، بدون نشانه، بدون تبلیغات تو دنیای امروزی شناخته نمیشیم. و وقتی شناخته نشیم، کسی اگه بخواد یه چیزی بخره، یه جایی بخواد مسافرت کنه، ما رو نمیشناسه. امروز میخوام در مورد این باهاتون صحبت کنیم. بریم یه سری کارا از انجام بدیم، برمیگردیم. یادم میره بگم لایک کنین ویدیو رو، لطفا منتظر نشین برسه تا آخرش، لایک کنین که الگوریتم یوتیوب به بقیه معرفی کنه. یه ذره شعار هم نشونتون بدم. اینجا مندوی شریف، ما این طرف کار داریم. بخیر بشید. میگم بدا یه مقداری فیلم گرفتن تو شهر کابل سخت، هنوز مردم عادت نکردن به دوربین. اینجا یه پولی بود رفتیم گرفتیم و اینجا کوچه عتیق فروشیه. وقتی رفتیم قطر برای نمایشگاه موتر، خب چایی که برام خیلی سوال بود اینه که بریم موزه هر کشوری ببینیم، به هر حال برای همه جالب هست. وقتی رفتیم موزه قدیمی قطر نگاه کردیم، یه موزه 3 طبقه است و به جرأت میتونم بگم اصلا شوک شدیم وقتی دیدیم چقدر از آثار ما، از تاریخ و تمدن ما اونجا تو اون موزه داره نمایش داده میشه. پر اصلا بی حساب از دوره غزنوی ها بود، دوره صفوی ها بود، تیموری ها بودن، دوره اموی ها بودن، حتی دوره مغول از طرف ما
رفتن اون طرف و اونها اون موقع من متوجه شدم که چرا 220 میلیارد دلار مصرف میکنن که جام جهانی رو بیارن، 20 سال ساختمون میسازن و فقط 20 میلیارد دلار در میارن. اونجا کل دنیا رو آورده بودن و داشتن برای خودشون تاریخ میساختن، برای خودشون فرهنگ میساختن، ولی ما متاسفانه این کوچه از اول تا آخرش پر از عتیقه است. من الان یه نمونهشو بهتون نشون میدم، دکان یکی از همکارای ماست. اینجا جاییه که من بنا دارم باش آینه موتر بسازم، باهاش داخل موتر و گیر لول و سویچ باتن و سویچ بورد و همه چی رو از اینجا میخوام بسازم. سلام خلیفه زوی، خوب هستی؟ بذار تا من پایه رو واسه کنم. سلام خلیفه نظیر، خوب هستی؟ بخیر. سلام، یکم من این دکانو بهتون نشون بدم. معنی که نمیخواد نگاه کنید دیگه، فقط نگاه کنید. میشه اینا رو باز کرد؟ ببینیم هنر رو. یعنی یه ذره هم روش خاک نشسته. فقط فرض بکن که این یه آفتاب لگنی بوده که ما استفاده میکردیم. اینا چه سنگیه؟ فیروزه. فیروزه. خب من تو این یه مورد اصلا تخصص ندارم، من فقط به عنوان یه مخاطب عام فقط دارم لذت میبرم و بی نهایت ایده دارم برای کار کردن داخل موتر. استاد جبار هستن، یه توضیح تخصصی میدن در مورد اینکه ما دقیقاً کی بودیم و بیشتر میذاریم خودشون توضیح بدن. با عرض سلام و ادب خدمت تمام بینندگان که صدای ما را میشنون و ما را میبینن، خدا کنه همگی جور و صحتمند و سرحال باشن. بنان خواستن برادر ما که درباره بعض جنسایی که تاریخ افغانستان است به خاطر این جنسا و یا یک معلومات مختصر خدمت شما ارائه میکنم و خدا کنه که مورد پسندتان قرار بگیرم. افغانستان خودش یکی از کشورهای تاریخی و کشورهایی است که در تاریخ در سطح جهان بلندترین تاریخ داره و افغانستان کوهستانی میباشد که زیادتر کشور افغانستان کوهستانی و معدنهای بسیار خوب میداشته باشه که در افغانستان معدنهای نامش سنگه که بگوی در افغانستان پیدا میشه، از قبیل یاقوت، زمرد، الماس، بیروج، لیلم، اکمرین و مثل زمین دیگه سنگ ها. و صنعت دستی افغانستان هم بالاتر از تقریبا 120 130 تا 150 سال میباشه که در اینجا برادرای ما که به حساب نقشکنی میکنن در روی مواد فلزی یعنی مس برنج سرشون کار میکنه، با دستای نازنین خود قبلا هم کار کردم و همیان هم کار جریان داره که بعض جنس ها را که شاید شما دیده باشین اینا را همیشه با دست سرشون کار میکنه و گل هر چیز هم روش کار میکنه. دیگه درباره خطات افغانستان که بگیم، از جمله خطایی که بسیار سابق مرواج بود، اولین خطات ما خط میرمات است. استاد میرمات بهترین خطا را کار میکردن که فعلا بسیار کمیافت است. دیگه استاد بیزات است که بهترین خطا کار میکردن و اینا زیادتر خطای را شعرها را خطاطی میکردن و قرآن شریف، دلایل شریف اینا را خطاطی میکردن که فعلا بسیار تاریخ بالا دار و بسیار با زیباییش جور میکردن. و در قسمت کار نقش کردن مس برنج، برادرای چارکار ما در این قسمت بسیار زیاد، یعنی پروان بسیار خوب کار میکردن، کار میکنن و برادرای غزنی ما کار میکردن و کار میکنن، همین هم کار فعلا جریان داره. این خیر شکو من دوربینم بذارم اینجا. الان تو یه نمونه فقط نظرتون چیه؟ این لاجورد افغانستان هست، بسیار هم تو دنیا نامی و معروفه. الان اینو میبرم بهتون نشون میدم که ما اینجا چقدر کارگاه تخصصی داریم، آدمای هنرمند که میتونه از این برای ما یه گیر لول درست کنه. ببینیم
سویچ باتن از یه چیز دیگه، هند بریک از یه چیز دیگه، داخل موتور افغانستان این همه سوال میپرسین قرار چه جوری بشه، قرار اینجوری بشه. تو یه نمونه فقط گیر لول قرار اینجوری بشه. اینجوری این موتور یه بهونه است، یه بهونه است برای زنده کردن تاریخمون، برای تبلیغ کردن فرهنگمون، هنرمون، جواهراتمون. این موتور فقط یه بهونه است، در واقع قرار این باشه، برای اینه که ما این موتور میسازیم. بریم بهتون نشون بدم که ما چه جوری از این یه سنگ یه دونه گیر لول میسازیم که دنیا رو تعجب کنه. تشکر. بخیر باشین، بخیر باشین، بخیر باشین. این کوچه این فقط یه دکان بود. خلف نظیر استاد منه، توی چگونه سعی کنی انسان باشی، تو خیلی چیزا دیگه، ولی تو این یه مورد واقعا واقعا یه استادیه که دستشو میبوسم. این کوچه رو که نشونتون بدم، کل این کوچه همین برنامه است. من الان بهتون نشون میدم، ببینید، بریم اینجا الان یه دکان بهتون نشون میدم، سر تا پاشو لاجورد گرفته. یالا یالا سلام میدار، خوب هستی؟ بخیر، سلامت، حالت خوبه؟ اجازه خواه هست، خوب هستی بدار، سلامت. این یه دکانه که کلن مقایسه کنید با دست آن چه اندازه، وقتی پالیش میشه به این شکل کل سویچ بورد من با این میسازم. ببینید این مثلا جعبه ای باشه که من میخوام کلید موتور داخلش تحویل بدم. جعبه هست دیگه نه؟ این چه سنگیه؟ یش به این؟ جیده، این سنگ شامقصود. خیلی عمالی ماشینی هستم. نگاه کن دوست نداشتی این سنگ؟ من والا اسمش هم نمیدونم، من فقط لذت میبرم. اینو شاید روش لوگو رو بزنیم، ها؟ چی میدونه؟ رضا در بهشت. خیر میبینیم، بیادم. تشکر، تشکر، خانه آباد، با اجازه. بریم، خب بریم دیگه، بریم بغل اونجا بهتون نشون. این هم از این، اینجا یه کارگاهیه، بذاری نشونتون بدم. حتما حتما حتما. خب من اینو واسه کنم. اینم از ویدیو امروز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حمایتاتون توی این چند روزه خیلی خوب بوده، ممنون، متشکرم. امیدوارم که عمری باقی باشه و تا برسیم تا اون نقطه‌ای که فابریکه رو بزنیم، موتور جدید رو بسازیم، برسیم به داخلش، چیزی که مردم خیلی علاقه داشتن در موردش بدونن، برسیم داخلش رو درست کنیم، آینه‌های بغلش رو درست کنیم، اونجا دوباره برگردیم توی همین دکان و خاطره بازی کنیم، بگیم ما اومده بودیم اینجا که آرزو کنیم یه روزی ما یک همچین سویچ بورد میتونیم درست بکنیم، اینطوری میتونیم مملکتمون رو به نام نیک معرفی بکنیم به دنیا. امیدوارم در هر صورت میشه، فقط دوست دارم که آرزوی قلبی اینه که تا اون موقع عمری باقی باشه ما هم اون روز رو ببینیم. ممنون، ممنون از اینکه بودین تا اینجا، حمایت کردین. اگه ویدیو رو تا الان لایک نکردین لایک بکنین، این کمک میکنه به اینکه ویدیو رو یوتیوب معرفی بکنه به دوستان دیگه و در مجموع حمایت خیلی زیادی از ما میشه. ممنون. خانه آباد، کرده بدان.